نام یاد خدا آغاز میکنم. سلام میدم خدمت همکاران عزیز و هنرجویان نازنین. انشاءالله که همگی حالشون خوب باشه و این مبحث رو با ما همراهی کنید. انشاءالله در خدمتون هستیم خانم. این جلسه در رابطه با پودمان سوم درس دانش فنی میخوایم صحبت کنیم. پودمان سوم به ابزار و تجهیزاتی که در رشته طراحی و دوخت لباس نیاز هست میپردازه. تو این پودمان ما با ابزاری که برای مبحث طراحی نیاز داریم و با تجهیزاتی که برای مبحث دوخت نیاز داریم در این پودمان آشنا میشیم. اولین بحثی که میخوایم در موردش صحبت کنیم در رابطه با اهمیت و ضرورت مد و صنعت پوشاک هستش. ابتدا یک تعریف از طراحی مد داره. ببینید استفاده از طراحی و زیباشناسی در صنعت مد در تولید پوشاک، حالا این بچه صنعت مد رو که گفتم صرفا به پوشاک اختصاص داده نمیشه، بلکه هر آیتم پوشیدنی مثل کیف، کفش، اکسسوری ها، ملزومات لباس، در واقع به اینها بله به اینها میگیم که استفاده از طراحی که مستلزم زیبایی شناسی باشه به طراحی مد برمیگرده. مد متأثر از چه چیزهایی در جامعه ما هستش؟ مد متأثر از بله فرهنگ ما، آداب و رسوم که از گذشته داریم، تاریخچه‌ای که هر کشوری داره و مذهبی که توی هر کشور در واقع هست. خیلی مد تاثیرگذار از این مسائل هست. هر کشوری یه پیشینه تاریخی داره، یه نوع پوششی در گذشته داشتن، یه آداب و رسوم فرهنگی دارن که خاص خودشون هست. خیلی در واقع مد تاثیرپذیر هست از این عواملی که در توی جامعه جریان داره. به خاطر همین ما تنوع پوشاک و مدل‌های بسیار زیادی رو توی هر کشور میتونیم داشته باشیم با توجه به اقلیمشون و با توجه به اون فرهنگ و گروه‌هایی که در اون منطقه زندگی می‌کنن. وظیفه طراح لباس چی هستش؟ ببینید شما به عنوان یک طراح لباس ها، به عنوان یک طراح مد، باید اولین کاری که میکنید یک لباس رو طراحی کنید که از لحاظ زیبایی شناسی یه دید بصری خیلی خوب برای مخاطبتون داشته باشه. نکته دوم، راحتی به همراه داشته باشه. کسی به عنوان پوشنده هست در واقع تو اون لباس احساس راحتی کنه. بله، احساس راحتی کنه. علاوه بر اون یه سری گزینه‌های دیگر رو بعد در نظر بگیرن. اینکه قرار هست این لباس برای چه موقعیتی پوشیده بشه. مسلماً خیلی متفاوت لباسی که قرار توی موقعیت رسمی استفاده بشه با لباسی که قرار توی یک مهمانی استفاده بشه، یه لباسی که قرار توی ورزش استفاده بشه. پس موقعیت مکانی، موقعیت زمانی و شرایط سنی تعیین کننده هستن برای ما که قرار هست چه نوع لباسی رو طراحی و اتود بزنیم. مسلما پوشاکی که بچه 2 تا 4 ساله استفاده میکنه با یه لباسی که بچهای 8 تا 9 ساله مثلا استفاده میکنن طراحیش با هم دیگه متفاوت است. اینها مواردی هست که یک طراح لباس حتما باید استانداردهایی که علاوه بر اینه که گفتم استانداردهایی هم که توی جامعه از لحاظ برها نگرش های مذهبی قانونی که توی جامعه حاکم هست اینها رو در طراحی لباسش مد نظر قرار بده. یه نکته بسیار مهمه دیگه هم بچه‌ها بهتون بگم، افراد دارای اندام‌های با فرم‌های متفاوت هستن. ما قبلا در مورد توضیح مختصر بچه‌ها داده بودیم که مثلا فرم گلابی، فرم دایره مربعی، ساعت شنی، مثلث واژگون، اینها فرم‌های اندامی هستش که حالا شما توی کتاب طراحی و مدل سازی خوندید و حالا در بعدن بیشتر باش آشنا میشن. هر کدوم از اینها در واقع فرم لباس خاص خودش رو میطلبه. مثلا برای کسی که داره اندام مثلث واژگون هست، طراحی تو قسمت سرشونه ها باعث میشه اینو تشدید کنه. این اتفاقو تشدید کنه، این اون بزرگترشون میده. پس با توجه به اون فرم اندامی که مخاطب شما داره، باید حتما اونها لحاظ کنید و یک طراحی درست و خوب رو داشته باشید. ما گفتیم ما طراحی رو علاوه بر این که توی پوشاک داریم، توی اکسسوری ها، زیورالات هم داریم. توی تصویر شما 2 تا نمونه از طراحی زیورالات رو می‌بینید که مال 2 تا منطقه جغرافیایی متفاوت هست. توی کشور خود ما هم به همین شکله. اگر شما یه تحقیق کوچولو بکنید، می‌بینید جواهرات و زیورالاتی که در جنوب ایران استفاده میشه با اون چیزی که در شمال ایران منطقه ترکمن صحرا استفاده میشه، هم از نوع فلزشون، هم از نوع ساختاری و طراحیشون کاملا با هم متفاوت است. بله، توی جنوب سمت سیستان و بلوچستان خیلی طلاها شبیه به طلاهای هندی هستن و جنسیت طلا رو دارن. بله. اما توی قسمت مثلا ترکمن صحرا از فلز به نام ورشو بیشتر استفاده میکنن. و زیورالاتی که روی لباساشون نصب میشه یا روی سرپوشها نصب میشه یا خودشون ازشون استفاده میکنن، فرم ساختاری و شکلش و جنسیتش با مثلا جنوب کشور خیلی تفاوت داره. پس این تفاوت‌ها به اقلیم و در واقع فرهنگی که توی جامعه برپا هست بسیار ارتباط داره. اهمیت و ضرورت صنعت پارچه. چرا صنعت پارچه برای ما بسیار مهم هستش؟ ببینید
انسان از بعد تولد نیاز به پوشاک داره و تنها چیزی هم که بعد از در واقع در زمان فوتش با خودش همراه میکنه یک قطعه پارچه است. پس نتیجه میگیریم که یک در واقع صنعتی که همیشه همراه شما هست از ابتدا و تا انتها. پس یه جزء صنایع مهم و استراتژیکی که ما همیشه باش در ارتباط هستیم. ممکنه ما از منزل بیرون بریم و غذایی نخوریم یا حالا پولی همراهمون نباشه، اما هیچ موقع بدون لباس نمیتونیم از منزل خارج بشیم. نتیجه میگیم که بسیار بسیار اهمیت داره صنعت پوشاک و پوشش، از لحاظ اقتصادی هم بسیار برای کشور قابل اهمیت است. به خاطر مصرف پایین انرژی داره، سهم بالای اشتغال و ارزش افزوده و همچنین ارزآوری. ببین ارزش افزوده بچه‌ها یعنی که اون کالای ابتدایی و اولیه من داشتم تو پروسه تولید تا به اون محصول نهایی که میخواد تبدیل بشه چقدر به ارزشش اضافه میشه. من پنبه رو براتون مثال میزنم. به طور مثال یک کیلو پنبه توی مزرعه قیمتش برابر با یک دلار، یعنی چیزی حدود 30,000 تومان. وقتی تبدیل به نخ میشه دقیقا دو برابر میشه، میشه یه چیزی حدود 60 تومان. تبدیل به پارچه میشه 4 برابر میشه. اما وقتی این تبدیل به پوشاک میشه قیمتش حدود 50 تا 100 دلار میشه. یعنی خیلی توی این پروسه ارزش اون موضوع اولی، آیتم اولی داشتیم تا محصول نهایی تبدیل میشه، بله ارزششون بسیار اضافه میشه. پس خیلی سوداوره برای ما، میشه یکی از صنایع بسیار سوداور. ارزآوری رو گفتیم. اگر ما بتونیم یه پوشاک خوب و مرغوب تولید کنیم و استانداردهای موجود رو داشته باشه، میتونیم اون رو علاوه بر اینکه به کشورهای اطراف خودمون مثل مثلا عراق یا حالا کشورهای مثل الجزایر، کشور آفریقای صادم کنیم، میتونیم به اروپا هم صادرات داشته باشیم. خب این باعث ارزآوری به کشور میشه و خب از لحاظ اقتصادی خیلی به ما کمک میکنه. مصرف پایین انرژی رو بچه‌ها، از لحاظ انرژی که استفاده میشه تو این صنعت انرژی کمی هست، ولی اینجا من تو پرانتز بهتون بگم جزء دومین صنعت آلاینده جهان هست، به خاطر اینکه مصرف بالای خیلی پوشاک باعث میشه که به حفظ محیط زیست آسیب برسونه، چون بعضی از الیاف قابلیت بازیافت و برگشت به طبیعت رو ندارن، الیافی که پلی‌استر هستن، الیاف مصنوعی هستن. به این خاطر باعث میشه که از این جهت به محیط زیست آسیب برسه. این باید بذارن مدیریت کنن مقدار مصرف رو و یا رو بیارن به روش‌های مصرفات پایدار یا ریدیزاین، یعنی که بخوان لباس خودشون رو بازآفرینی کنن به یک پوشش جدید. وقتی که بچه‌ها از یک لباس خسته میشن خیلی راحت میتونن رو بازآفرینی کنن، بله تنوع ایجاد کنن و به پوشش جدید تبدیلش کنن. هم از لحاظ اقتصادی به خودشون کمک کرده و هم مهمتر از ما به حفظ محیط زیست کمک کرده. درسته. که واقعا تولید زباله به عنوان لباس بسیار خطرناک هستش. سهم بالای اشتغال رو هم در موردش توضیح بدیم. ببینید از همون ابتدا که این گیاه در مزرعه هست، تو هر پروسه، چه توی مثلا صنعت ریسندگی، صنعت نساجی، صنعت تولید پوشاک، توی هر مرحله افراد بسیار زیادی توی این صنعت یا صنایع مختلف مشغول به کار هستن. پس از لحاظ اشتغال زایی هم بسیار به ما کمک میکنه. جز صنایعی هستش که بسیار اشتغال زایی در اون رونق داره. چرا مردم لباس میپوشن؟ من این سوال از شما دارم. مسلما اولین چیزی که به ذهن بچه‌ها میرسه میگن خب پوشش بدنمون، به خاطر که این پوشش داشته کردن. بله محافظت کردن. حالا این پوشش و محافظت و امنیت آیا خلاصه میشه صرفا به همین پوشش بدنی یا نه؟ فراتر از اون هم است. ببینید ما الان توی مبحث حالا ما محافظت، مسلما لباس در مقابل گرما، سرما و حالا عوامل محیطی از ما محافظت میکنه و اولین انگیزه بشر برای استفاده از لباس واقعا محافظت بدنش از اینها بوده. ولی علاوه بر این ما با پوشش لباس، این محافظت که مثال زدیم خیلی فراتر از اون هست. ما پوشاکی رو داریم به نام پوشاک هوشمند که توی حوزه‌های مختلف طراحی میشن، مثل حوزه پزشکی، حوزه نظامی، حوزه ورزشی، که هر کدوم از این حوزه‌ها یه امنیتی رو، یه محافظت از بدن به عهده میگیرن. مثلا تو حوزه نظامی ما جلیقه‌های نجات رو داریم. بله. که اگر مثلا اتفاق بیفته همین که به اون مرکزی که حالا یه سری سنسورها توشون فعال هستن و پردازشگرها که به اون مرکز اطلاع میدن که مثلا فلان سربازی که این پوشش به تنش هست مصدوم شده، و گاهی این جلقه حتی ظرفیتی میدن که رهایش دارو تو بیمار انجام بدن. بله. یا برای بچه ها لباس محافظتی هست که ایربگ دارن، بچه های کوچیک که توی مهدها یا توی پارک ها قرار میگیرن بتونه حالا در اثر برخورد با مانعی چیزی صدمه وارد نشه. پس محافظت صرف این که بخواد فقط ما رو از عوامل محیطی محافظت کنه نیست بچه‌ها.
خیلی گسترده تر از این. تو حوزه ورزشی هم بسیار ما تو مسجد هوشمند پیشرفته خیلی خوبی داشتیم که میتونه مثلا لباسای ورزشی هستن که حرکات به بدن حرکات اصلاحی میدن، یعنی شما با پوشیدن و ورزش کردن حرکات رو میسنجه و حرکات اصلاحی میده به بدن و با اون پردازشگرها به حالا رایانه‌ای که به این لباس ها متصل هست ارسال میشه و اون در واقع به فردی که این لباس داره حرکات اصلاحی داده میشه که مثلا چه تغییراتی در نوع ورزششون ایجاد کنن. پس محافظت امنیت صرفا شامل پوشش ظاهری ما نمیشه. از لحاظ روانشناسی خب مسلما همه طالب زیبایی هستن و زیبا پوشیدن هستن و خوب به نظر رسیدن. این خیلی در واقع به لباس این در واقع کمک رو به ما میکنه که ما یه ظاهر زیبا داشته باشیم. البته انتخاب درست لباس بس شایسته، این رو بچه حتما باید در نظر داشته باشن و نیازهای اجتماعی رو برآورده میکنه. زیبایی هایی که استاندارد جامعه ما هستن این رو باید مد نظر داشته باشید. هر پوششی که مد میشه قرار نیست واقعا توی هر جای استفاده بشه. هر جامعه استانداردهای زیبایی مخصوص به خودش داره. مثلا توی کشور ما که کشور اسلامی هست نوع پوششی که افراد استفاده میکنن حتما باید متناسب باشه با اون عرفی که در جامعه ما هست. بله متناسب با اون باشه، چه از لحاظ حالا فرم پارچه که داره چه از لحاظ فرم لباسی داره، اینها حتما باید مورد در واقع دقت قرار بگیره. موضوع بعدی مد چیه؟ ببینید بچه ها نوعی پوشش رفتاری که در یک حوزه زمانی و در یک موقعیت مکانی گسترش پیدا میکنه میشه مد. حالا این مد صرفا به پوشاک اختصاص داده نمیشه، ما بگیم فقط لباس و پوشیدنی ها، نه، مد میتونه در واقع بر روی تمام جنبه‌های مختلف زندگی ما توی یک جامعه تأثیر بذاره، مثل گویش ما، مثل نوع غذا خوردن ما، مثل رفتارهای اجتماعی ما. پس اینها در واقع تأثیرگذار هست، مد تأثیرگذار هست بر روی عواملی که من نام بردم. و اینکه حالا این در واقع روند مد و ایجاد مد، من حالا تو صحبت قبلی من گفتم خیلی بستگی داره بچه‌ها به اینکه توی چه موقعیت اجتماعی داره و توی چه کشوری داره استفاده میشه و در واقع چه فرهنگی بر اونجا حاکم هستش. ما نمیتونیم توی کشور خودمون پیرو هر مد و هر پوششی باشه، چون توی کشور ما خب مسلما حجاب بسیار مهم هست و یه سری رعایت نکات هست که باید توی اون نوع لباسی که طراحی میشه مد نظر قرار بگیره و صرفا پوشش‌های مرسوم میشه و بیشتر مورد نظر هست و استفاده قرار میشه که در واقع با اون حجاب بله داشته باشه. بله اون چیزایی که مطلوب ما هست در اون رعایت شده باشه. عوامل پیدایش مد چی هست؟ یک مورد زیرساخت‌های تاریخی و اجتماعی در جامعه هست. زیرساخت‌های تاریخی و اجتماعی برمیگرده به همین عواملی که توی جامعه ما حاکم است، مثل مذهبمون خیلی تاثیرگذار هست و اینکه در پیشینه هر کشوری چه در واقع پیشینه تاریخی نوع پوشش‌هایی که استفاده می‌کردن. دومین گزینه همانندسازی نگرش و الگوهای رفتاری هست. ببینین همانندسازی در واقع فرایند ناخوشیاری هستش که شما می‌خوای خودتون طی اون شبیه نفر دیگه کنید. الگوها و نگرش‌ها و طرز تفکر اون رو خوشتون میاد، میخواد خودتون شبیه اون کنید. این میشه همانندسازی. حالا این همانندسازی باید آگاهانه صورت بگیره دیگه حتما. توی دوره بچه‌ها در اون ابتدا که به هر حال دوران کودکی رو دارن طی می‌کنن، چون بیشتر توی منزل هستن، الگوشون پدر مادره. ولی از یک زمانی که وارد اجتماع میشن و به هر حال با رسانه‌ها و مواردی که در ارتباط هستن، الگوهاشون تغییر پیدا میکنه و سعی میکنن که خودشون شبیه اون الگو کنن. این شبیه کردن بهشون یک اعتماد به نفس میده و اینکه احساس میکنن یه مقدار از قدرت کفایت اون طرف رو به دست آوردن. ولی خب این رو باید حتما حواستون باشه، هر چیزی که درش افراط و تفریط بشه به انحراف تبدیل میشه. حتما بچه‌ها در الگوهای رفتاری که دارن، در تقلید لباسایی که میخوان بکنن، بله بله این خیلی مؤثر هست و باید حتما به این توجه داشته باشن. فطرت انسان خب تنوع طلبی یه چیز واضحه است که همه آدم ها اهل تنوع طلبی هستند و این رو دوست دارن و میپسندن و زیبا بودن و زیبا پوشیدن یه چیز فطری هست و همه طالب اون هستن. اینها عواملی هست که باعث میشه توی جامعه ما پیدایش مد رو داشته باشیم و هر چند وقت یک بار باعث میشه که این مد با توجه به این حالا مطالبی که عنوان شد تغییر پیدا کنه. اینا ملزومات لباس هست. بله محصولاتی که در مد استفاده میشه چیا هستن؟ ما گفتیم مد صرفاً به پوشیدنی ها اختصاص نداره.
علاوه بر اون ما لوازم و ملزومات لباس مثل کیف، کفش و پوشیدنی های دیگه اینها هم تحت تاثیر مد هستن. یا اطراف ما، اون محیط زندگی ما، شما دیدید دیگه هر چند وقتی بار اصلا سبک معماری خونه ها از لحاظ ظاهر معماری خونه ها با هم متفاوت میشه. بله، چیدمان وسایل، بله، چیدمان داخل منزل یا اصلا پارچه هایی که اصلا فرم مبل ها عوض میشه، اینها همه تأثیر پذیر از مبل هستن. اما در واقع بیشترین تأثیر رو روند مد روی پوشاک و پوشیدنی ها داره. یعنی در برابر همین چیزایی که هست ولی پوشاک و پوشیدنی ها بیشترین تأثیر رو بله در روند مد دارن. بنیانگذار مد در دنیا، شاید اولین بار شاید به نظرتون برسه که مثلا مد اولین بار از غرب وارد ایران شده، ولی کاملا برعکسه. اولین بار مد در واقع توسط فردی به نام علی ابن نافه که یک فرد ایرانی و کردی الاصل هست، اصالتا کردی هستن، در واقع وارد اسپانیا میشه. ایشون فردی هن که در دربار هانون خوانندگی میکنن، آواز خوانی میکنن و گیتار میزنن. توی اون دوره که در واقع اسلام به اسپانیا وارد میشه، این فرد توسط در واقع دولت هارون به اسپانیا میره و نوعی از پوشش رو در اونجا مرسوم میکنه. بله. نوعی از پوشش که هم برای آقایون و هم برای خانم ها مرسوم میشه. نوعی از سبک لباس پوشیدن، رنگ های برای هر فصل، نوع جنس هایی که برای هر فصل انتخاب میشده و نوعی لباس رو برتن میکنه در فصل های زمستان که کلاهی باشلوق مانند به پشت لباس متصل است. این خیلی مرسوم میشه توی اون دوره و هر موقع حرف از مد و در واقع پوشش میاد، اسم زریا برتر زبان هاست اون دوره. بله، ایشون حالا علاوه بر این در واقع پوشش، یه سری موارد حالا در تو با نظافت رو هم هست، مثل خمیر دادن و مسواک رو. بله. گفته میشه در طول تاریخ، در تاریخ گفته میشه که توسط ایشون به در واقع اروپا برده شده. و یک کار دیگه هم که ایشون میکنن توی آراستگی مو هستش، مو رو با رزماری و ست میآراستن و اون رو صاف میکردن و روی شونه ها میریختن. این هم جزء در واقع شروع کننده آراستگی مو، اتفاقاتی بوده که توی اون دوره توسط ایرانی ها مرسوم میشه. گفتم بهتون که از در فصول مختلف لباس‌هایی می‌پوشیدن که از حیث رنگ و شکل تغییر می‌کرده. مثلا توی فصل بهار رنگ‌های روشن مثل زرد و نارنجی و آبی روشن استفاده می‌کردن. توی تابستان جامه‌های نخی گشاد، جامه‌های پنبه‌ای استفاده می‌کردن. در زمستان هم بهتون گفتم که یک لباس پالتو مانند می‌پوشیدن که از پشت کلاه باشلوق مانند، یعنی کلاه‌های باشلوق مانند، کلاه‌هایی که در امتداد اون یه دنباله‌ای داره، کلاه اینطوری به تن به سر می‌ذاشتن. این تغییر تحولاتی بوده که توسط نافه در اون دوره از ایران به اسپانیا میره. مطلب بعدی در مورد با آوانگارد میخوایم صحبت کنیم. آوانگارد در یک لغت فرانسوی هستش و در واقع به افرادی که پیش رو و در خط مقدم نبرد قرار میگیرن میگفتن آوانگارد. بله. توی صنعت مد هم ما لغت آوانگارد رو داریم. به هنرمندان طراح لباسی گفته میشه یا کلن به هنرمندانی گفته میشه که در یک دوره معین پیش رو ترین کارها رو میکنن. در طراحی لباس میشه پیش رو ترین روش ها رو در لباس هاشون ارائه میکنن. به اینها میگیم ما هنرمندان آوانگارد. اینها پایه‌گذار جنبش‌های نو توی لباس و طراحی لباس هستن، چون طراحی لباس‌های بسیار خلاقانه هستن و معمولاً با یه ذهنیت و با یه تفکر و با یه اتفاق اجتماعی همراه هست، صرفاً لباس‌های روتین و معمول نیستن و لباس‌هاشون نامتعارف و غیر معمول از لباس‌های اون چیزی که شما می‌بینید طراحی میشه. در مد و طراحی لباس در واقع اینها یه تجربه اینو و ابتکاری رو به کار میبرن که اون قالب‌های روتین شکسته میشه و البته آوانگارد این معنا نیست که رد پیشینی ها رو داشته باشن، بلکه در واقع با درس از اونها ارائه کارهای بسیار خوب و نو رو دارن. نمونه های از طراحی لباس آوانگارد رو میبینید و همچنین طراحی عینک ها که با توجه به سبک آوانگارد طراحی شده. توی این مبحث میخوایم بپردازیم به تولید کنندگان لباس که چند دسته قرار میگیرن. ما سه تا دسته تولید لباس رو در سطح دنیا داریم. اولین تولید کنندگان، تولید کننده لباس های سفارشی یا اوت کوتور یا اوت کوتوق هستن. این بچه ها یک واژه فرانسوی هست که در موردش توضیح میدم. دومین تولید کنندگان پوشک آماده یا ریدی تو ویر که مخففش RTW هست و تولید انبو. در مورد پوشاک اوت کوتور یا اوت کوتور توضیح بدم بهتون بچه ها. ببینید
اوت به معنای سطح بالا هست و کوتور به معنای دوخت و دوز یا خیاطی میشه، یعنی دوخت و دوزی که در سطح بالا انجام میشه یا سوزندوزی که در سطح بالا انجام میشه. تمام مراحل دوخت این پوشاک با دست انجام میشه، یعنی ماشین آلات و تجهیزات دوخت در اون دخیل نیستن، حتی پارچه سازی ها توی این در واقع دوخت با دست انجام میده. بعد یه سری استانداردهای خاص رو کسایی که گالری اوت کوتور دارن باید یه سری استانداردهای خاصی رو داشته باشن که بتونن در واقع این لباس ها رو داشته باشن. مثلا در سال دو بار باید فشن کالکشن سازی داشته باشن که هر دوره 50 تا لباس نو رو ارائه کنن توی هر دوره. تعداد کارمندهاشون مشخص هستش و اینکه حتما یه سری استانداردهای دوختی هست باید حتما اونها رعایت کنن. و گفتم پارچه سازی ها حتی نوع پارچه هایی که توی این سبک دوخت هست همه با دست انجام میشه. مورد بعدی پوشاک آماده یا ریدی تو ویر هستش. تو پوشاک آماده، پوشاک آماده حد بین پوشاک اوت کوتور و تول دی امبو هست. یعنی از بله قرار داره، یعنی سایزهای استاندارد توی این پوشاک تولید، پوشاکی که تولید میشه سایزهای سایز بندی، یعنی سایزهای استاندارد جهانی توی تولید اونها رعایت شده. بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم حسین زاده نازنین، ممنون از تدریس خوبتون. همونطور که توی جلسات گذشته ما آشنا شدیم بیشتر با مفاهیم پایه‌ای اطلاعات و مباحث کامپیوتری، امروز قرار هست که با بحث شبکه بپردازیم. فصل نهم کتاب مفاهیم اطلاعات و ارتباطات درس شناخت شبکه است که موضوع درس امروز ماست. نتورک شبکه چیه؟ شبکه یا نتورک در واقع به حد اقل دو و حد اکثر بیشمار کامپیوتر میگن که به هم متصلن و به هر ترتیب فیزیکی و ثابت که با کابل انجام میشه یا به صورت منفصل به وسیله خدمات وایرلس و وای فای ارتباطشون رو میان با همدیگه برقرار میکنن میگن شبکه. شبکه ها اساساً به دو دسته کلی تقسیم بندی میشن، شبکه های نظیر به نظیر یا پر تو پر و شبکه های در واقع مبتنی بر سرور. اینجا شبکه های نظیر به نظیر و شبکه های مبتنی بر سرور رو شما عکسش رو میبینید. شبکه های نظیر به نظیر اینطوری هست که هر سیستم رایانه‌ای بدون هیچ واسطه‌ای پیامش رو به سیستم رایانه‌ای بعدی منتقل میکنه و شبکه های مبتنی بر خدمات دهنده، خدمات گیرنده یا سرور کلاینت اینطوری هست که یک سروری میاد مدیریت میکنه دسترسی شبکه کامپیوترهای دیگر رو به منابع موجود در شبکه. پس ما تا اینجا انواع شبکه رو به صورت کلی از نظر نوع خدمت رسانی با هاش آشنا شدیم. چه مزایایی داره؟ اصلا چرا ما از شبکه ها استفاده میکنیم؟ ببینید بچه ها، یک سری اشتراک گذاری ها و یک سری استفاده و دسترسی از برنامه ها بر بستر شبکه امکان پذیر میشه که باعث میشه شما کمتر و کمتر مجبور به چند بار لود کردن یک فایل یا چندین بار نصب کردن یک برنامه بشید. به این ترتیب در فضامون و در زمانمون صرف جویی خیلی زیادی کرده. اشتراک گذاری پایگاه داده ها، بچه شما امسال سال دهمید ولی مبحث پایگاه داده ها رو حتما باهاش کم کم آشنا شدید. در مرتبه بالاتر، در سالهای بالاتر خیلی بیشتر با پایگاه داده آشنا میشید. یه بحث خیلی توضیح مختصری من راجع به پایگاه داده میخوام بدم خدمتون. پایگاه داده ها در واقع محلی برای ذخیره سازی اطلاعات بسیار دقیق و حیاتی یک سازمان هست که اون سازمان میتونه مدرسه ما باشه، میتونه یک سازمان خیلی بزرگ مثل دولت باشه، مثل کل اطلاعات کل کشور باشه، مثل خدماتی که برای کارت ملی، شماره ملی و سایر مشخصات ما در دیتا سنترها یا پایگاه داده ها ذخیره سازی میشن. اگر بخوایم پایگاه داده ها رو یک مثال شهودی، یک مثالی بزنیم که قابل لمس باشه، میتونیم به اون فایل هایی اشاره کنیم که شما وقتی میرید مدرسه میخواید پرونده تون رو بگیرید یا تشکیل پرونده بدید، میان براتون یک پرونده فیزیکی و کاغذی تهیه میکنن که توی پوشه میذارنش، بعد اونو میذارن در کمد مخصوص پرونده ها. حالا پای اون
اون کمد مخصوص در واقع یک پایگاه داده فیزیکال و پایگاه داده کاغذیه. اومدیم اینو در دنیای کامپیوتر بازسازیش کردیم، ساختیمش و در واقع تبدیلش کردیم یک سری اطلاعات دیجیتالی که میاد نهایتاً در یک هارد کوچیک ذخیره میشه. چرا؟ چون اطلاعات ما کمه. پایگاه داده ها میتونه یک هارد خیلی کوچیک باشه، یک فلش باشه، یک کول دیسک ساده باشه، میتونه یک ساختمون چند طبقه و چند واحدی از سیستم های کامپیوتری باشه که منظور ذخیره سازی اطلاعات ازشون استفاده میکنه. پس ما میایم روی بستر شبکه این اشتراک گذاری ها رو هم برای پایگاه داده میتونیم مدیریت کنیم. چرا؟ چطوری این کار انجام میدیم؟ ببینید بچه ها، پایگاه داده ها اطلاعات بسیار اساسی و مهمی درش ذخیره میشه. اساسا اطلاعاتی که نیاز به ذخیره سازی نداشته باشد اصلا در پایگاه داده وارد نمیشه. پس ما باید مراقب اطلاعاتی که وارد میشه باشیم و هنگامی که فراخونی میخوایم بکنیمشون بتونیم این کار رو با سرعت بالا و در کمترین هزینه ممکن انجام بدیم. شبکه میاد در واقع این امکان رو برای ما فراهم میکنه که سرعت دسترسی و زمان و هزینه دسترسی برامون خیلی میاد پایین تر. نکته بعدی، یعنی مزیت بعدی شبکه، دسترسی به اطلاعات با حجم خیلی زیاد در یک زمان کوتاهه. ببینید بچه ها، وقتی که شما میاید مطالب رو بر بستر شبکه ازش استفاده میکنید، در حالت عادی شما بخواید یک فایل رو جابجا بکنید یا بخواید مثلا یک اطلاعاتی رو جابجا بکنید، چیکار میکنید؟ از انواع وسایل ذخیره سازی قابل جابجایی استفاده میکنید، مثل سی دی ها، مثل کول دیسک، مثل حالا در سیستم های قدیمی از فلافی دیسک ها استفاده میشد، یا نه یه اطلاعاتی رو شما پرینت میگیرید، مینویسید، به هر ترتیبی یک زمانی صرف میکنید و اینها رو برای جابجایی آماده میکنید. بعد تازه شروع میکنید به جابجا کردن، یعنی میبرید از مبدأ به مقصد. پس کلا شما در طول جابجایی این اطلاعات اگر بر بستر شبکه نباشه مشغول و درگیر صرف هزینه و صرف زمانید. اما وقتی این اطلاعات بر بستر شبکه قرار میگیره چه اتفاقی میفته؟ در واقع شما به آنی و با کلیک کردن اطلاعات رو به مقصد مورد نظرتون که ممکنه نقطه‌ای در آن سوی دنیا باشه منتقل میکنید، بدون اینکه زمان زیادی صرف کرده باشید و بدون اینکه از انواع هزینه های جانبی در واقع شما بخواید استفاده بکنید تا بتونید اطلاعات و محتوایی که میخواید رو منتقل بکنید. مزیت دیگه ای که شبکه ها دارن اشتراک منابع است. اشتراک منابع یعنی چی؟ ببینید بچه ها، هر سیستمی که در شبکه وجود دارد یک منبع محسوب می شود. مثل پرینتر، شما توی یک ساختمونید، مثل مدرسه خودتون که کتابخونه داره، سایت داره، آزمایشگاه داره، بخش کلاس خودتونه و بخش دفتری داره. شما توی این مدرسه فقط یک دونه پرینتر دارید. چطور می‌خواید همزمان چندین بار و چندین نهادی که اونجا دارن، چندین گروهی که دارن اونجا کار می‌کنن از این پرینتر استفاده کنن؟ کافیه که ما پرینتر رو وارد سیستم شبکه‌ایمون بکنیم و متصل به شبکه‌مون بکنیم و هر وقت هر کدوم از این گروه های کاری درخواست استفاده از پرینتر رو داشت، کاملا فقط با یک دستور ساده و انتخاب کردن اون منبع مورد نظر که در این مثال پرینتر ماست، دیتاش رو منتقل میکنه به همین ویژگی در واقع اشتراک منابع شبکه ها میشن. با اشتراک منابع شبکه ها علاوه بر اینکه دسترسی همه افراد به اون منبع خیلی سریع و خیلی سهل میشه، در هزینه های کلی اون سازمان هم صرفه‌جویی خیلی زیادی به عمل میاد، به خاطر اینکه با یک منبع میتونن چندین گروه رو در واقع هندل بکنن و کارش رو انجام بدن. مزیت دیگه دسترسی بیش از یک سیستم عامله. ببینید بچه ها، در سازمان های مخصوصا بزرگتر اینکه سیستم عامل مرکزیمون سیستم عاملی غیر قابل نفوذ باشه خیلی مهمه. بنابراین میان اون رو از یک سیستم عامل متفاوتی نسبت به سایر کاربرها انتخاب میکنن، مثلا از لینوکس استفاده میکنن، یا سیستم عامل ما در سرور حتما باید سرور باشد و یک نسخه خاصی مثل 2000 مثلا 8 باشه یا نسخه های بالاتر و پایین تر که بتونه تمام رفت و آمد ها رو با توجه به سرعت دسترسی و نیازهای دسترسی هندل کنه. خب وقتی سیستم عامل ما یک سیستم عاملی متفاوت با سیستم عامل سایر کاربرانه، ما چی کار باید بکنیم؟
اگر بستر شبکه نباشه حتما اختلالاتی در ارتباطات به وجود میاد، ولی بستر شبکه این امکان رو فراهم کرده که من با سیستم عاملی مثل مکینتاش لپتاپ خودم رو به شبکه متصل کنم، اطلاعاتم رو بردارم و بارگذاری کنم بدون هیچ مشکلی، از منابع هم بتونم استفاده بکنم و دوست کنار دستی من با سیستم عامل ویندوز این کارو بکنه، همکار من در طبقه دیگه‌ای در بخش دیگه‌ای که در این شبکه وجود داره با سیستم عامل یونیکس کار بکنه یا هر سیستم عامل دیگه یا حتی با گوشی اندرویدش بیاد وصل بشه به شبکه و از مزایای شبکه‌مون استفاده بکنه. پس ما اینجا میتونیم به بیش از چند سیستم عامل دسترسی داشته باشیم، دیگه محدودیت در سیستم عامل نخواهیم داشت در شبکه. مورد بعدیمون تمرکز مدیریت. تمرکز مدیریت یعنی چی؟ یعنی من شما فرض کنید که توی سایت مدرسه نشستین و هر کس پشت سیستم خودشه. من به عنوان مدیر سایت و به عنوان مدیر سیستم پشت سیستم هنرآموز نشستم. چه اتفاقی میفته؟ بدون اینکه شما احساس بکنید و محدودیتی در عملیات خودتون وقتی دارید با کامپیوتر کار میکنید داشته باشید، من به عنوان مدیر اون سایت میام دسترسی شما رو چک کنم، میام برای بارگذاری اون تکالیفی که بهتون دادم نظارت میکنم و کل عملیات رو به صورت یک پارچه و متمرکز از پشت سیستم خودم انجام میدم. دیگه نیاز نیست مدام بیام پشت سیستم تک تک شما دسترسی براتون ست کنم، مدام بیام پشت سیستم تک تک شما تکالیفتون رو چک کنم یا بهتون تکلیف جدیدی بدم. بنابراین مدیریت تمرکز مدیریت رو ما در سیستم های شبکه شده خواهیم داشت. امکان بعدی ایجاد گروه‌های کاریه. ببینید بچه‌ها، همونطور که توی مثال چند تا قبلی گفتم، گروه‌های کاری در واقع گروه‌هایی از افراد هستن که کارهای مستقل دارن و درسته که در یک شبکه وجود دارن، ولی کارهاشون نسبت به گروه بعدی یا گروه کناری خودشون حتی در یک اتاق و در یک بخش متفاوته. مثل چی؟ مثل گروه کاری دفتر. گروه در دفتر ما یه گروه کاری دفتردار داریم، یه گروه کاری معاونت داریم، یه گروه کاری مدیریت. این سه تا بخش کنار همدیگه در یک اتاق دارن فعالیت میکنن، اما کارهاشون متفاوته. ما میاییم بر بستر شبکه گروه های کاری با دسترسی ها، با یوزرنیم، پسورد و با تمام اطلاعات متفاوت برای هر گروه تعریف میکنیم. به این ترتیب هر گروه دسترسی به منابع، پایگاه داده و اطلاعات رو با توجه به امکاناتی که براش قرار دادیم برای اون گروه خواهد داشت و دیگه کارها با هم دیگه اختلاطی پیدا نمی‌کنه. امکانات در واقع مزیت بعدی امنیت اطلاعات. امنیت اطلاعات به این معنی هست که ما وقتی یک عامل خارجی، یک مشکل یا یک در واقع نفوذ کننده به سیستممون رو تشخیص میدیم، در لحظه با امکان مدیریت میایم اون سیستم رو از شبکه‌مون خارج میکنیم و اون عامل رو در واقع حذف میکنیم. امنیت اطلاعات یعنی هر لحظه‌ای که من میخوام روی سیستم سرور اطلاعاتم رو از دسترس بقیه خارج میکنم. امنیت اطلاعات یعنی این که من برای به اشتراک گذاشتن پایگاه داده ها فقط به افراد مجاز میام دسترسی های مجاز رو میدم و فقط اونها هستن که میتونن به اطلاعات پایگاه داده من دسترسی پیدا بکنن و این فقط بر بستر شبکه است که امکان پذیره. ویژگی بعدیش میزان تحمل خرابیه. بچه‌ها میزان تحمل خرابی یعنی چی؟ یعنی این که وقتی یک اتفاقی، یک کرشی، یک در واقع از بین رفتن اطلاعاتی در کل سیستم من رخ میده یا وقتی یکی از سیستم‌های من از چرخه خارج میشه به دلایل خیلی زیاد، چجوری سیستم میاد اون خرابی رو تحمل میکنه و میاد اون خرابی رو در خودش حل میکنه، اجازه میده که سیستم همچنان وظایف خودش رو در حالت کلی انجام بده. شبکه ها در واقع با از بین رفتن ارتباط یک کامپیوتر کل شبکه از بین نمیره، شبکه باقی میمونه و باقی اطلاعات میتونه در اختیار کاربران دیگه و کامپیوترهای دیگه قرار بگیره. علاوه بر این با تنظیمات متفاوتی که برای بکاپ گیری از سرور انجام میشه، در واقع سرور همواره یک نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات و تمام اتفاقاتی که درش داره رخ میده رو داره که این باعث میشه در صورت بروز خرابی حتی برای سرور ما یک نسخه پشتیبان همیشه در دسترس داشته باشیم. گزینه
بعدی بچه ها میخوام دو تا مطلب رو اول بحث بهتون گفتم که انواع شبکه ها بود که پر تو پر نظیر به نظیر بودن شکلش رو دیدیم و سرویس دهنده سرویس گیرنده بود. اینجا میخوام راجع به سرویس دهنده و سرویس گیرنده ها باهاتون صحبت کنم. ببینید بچه ها در ساختار سرویس دهنده سرویس گیرنده ما دو تا عنصر اساسی داریم. یک سرویس دهنده است که در واقع قوی ترین اصلی ترین و مناسب ترین سیستم کامپیوتری و تمام اجزای سخت افزاری هست که داره توی شبکه ما فعالیت میکنه و اطلاعات رو برای ما جابجا میکنه. این دستگاه حتما باید قوی ترین سیستم رو باشه تا بتونه دسترسی های مدام و مداوم به خودش رو هندل بکنه و حجم اطلاعات زیادی که میاد درش ذخیره میشه رو برای بازخوانی همواره در دسترس داشته باشه. عنصر بعدیمون سرویس گیرنده است. معمولا سیستم های سرویس دهنده خیلی محدودن. ممکنه یه دونه سیستم سرویس دهنده داشته باشیم، ممکنه نهایتا یک تعداد محدودی، مثلا در یک بانک که شعبات خیلی زیادی داره ما دو تا ساختمون داریم که سرویس دهنده هامون قرار دارن توش. اما سرویس گیرنده ها سیستم های عادی و معمولی هستن که از خدمات این سرویس دهنده استفاده میکنن، میتونن بیشمار نسبت به قوت و توان سرویس دهنده مون بیشمار سیستم باشن. ممکنه این سرویس گیرنده هامون یه کامپیوترهای مجهزی باشن حتی، ولی در هر صورت دارن از امکانات سرور برای کارهای خودشون استفاده میکنن. بنابراین ما باید سرویس دهنده های بسیار توانمندی در سیستممون و در شبکه‌مون داشته باشیم. شکل رو میبینید بچه ها، یه بخش خیلی بزرگی به عنوان سرویس دهنده، یک بخش یک تا به عنوان سرویس دهنده قرار داره و یک تعدادی سیستم بهش متصلن و از منابع موجود در سرویس دهندمون استفاده میکنن. بحث بعدیمون بچه ها انواع شبکه است. ببینید بچه ها شبکه ها رو به مدل های مختلف میان دسته بندی میکنن، چیدمانشون، توپولوژیشون، سیستم در واقع ارتباطیشون و بسیار موارد دیگه. اینجا من میخوام شبکه ها رو توی این بحث فقط از نظر جغرافیایی و لوکیشنی که درش قرار میگیرن و در واقع وسعت و گسترش جغرافیاییش براتون توضیح بدم. پس شبکه هامون یا محلی هن که یک ساختمون کوچیک، یک اتاق کوچیک رو در بر میگیرن، یا گستردن. شبکه های گسترده برای ارتباطات بسیار فاصله طولانی در واقع طراحی شدن به این ترتیب که سرور ما ممکنه یک جایی باشه و کلاینت هامون یا سرویس گیرنده هامون در فواصل خیلی دور، مثل شعبه های مختلف یک بانک، مثل شعبه های مختلف دانشگاه یا واحد های متفاوت یک دانشگاه، مثل شبکه جهانی که ما داریم الان ازش استفاده میکنیم، هر کدوممون یک گوشه از جهانیم و داریم از اطلاعات استفاده میکنیم. انواع شبکه های گسترده اینترنت، اکسترانت و اینترنت هستن. شبکه اینترنت که همون باهاش آشناییم، شبکه‌ای که بر بستر در واقع انواع و اقسام ارتباطات وب برقرار شده و داره تمام دنیا رو پوشش میده، بزرگی داره به اندازه تمام دنیا. شبکه های اینترنت در واقع شبکه هایی هستن که هیچ کس از خارج شبکه نمیتونه واردش بشه، مثل شبکه بانکی، مثل شبکه ثبت احوال، مثل شبکه پستی. هیچ کس به هیچ وجه نمیتونه وارد این شبکه ها بشه. هر شبکه اینترنت داده های مربوط به خودش و کاربران مربوط به خودش رو داره. شبکه بعدیمون شبکه های اکسترانت هن که این شبکه ها مثل شبکه های اینترنت هن، با این تفاوت که از بیرون هم افرادی با دسترسی مجاز میتونن وارد شبکه بشن و اطلاعات رو دریافت یا برداشت بکنن. مثل چی؟ مثل شرکت هایی که دارن با شرکت های دیگه کار میکنن و باید با هم دیگه ارتباطات کامپیوتری داشته باشن. یک سیستم ارتباط داده‌ای رو بچه ها عکسش رو اینجا میبینید از چه اجزایی تشکیل شده. یک رایانه فرستنده داریم، کسی که قرار هست در واقع اطلاعات رو ارسال بکنه.
بعد چی داریم؟ یک وسیله ارسال کننده. ببینید ما توی کامپیوترمون ابتدا اطلاعاتی که میخوایم رو مثل یک عکس رو ارسال میکنیم به مودم داخلی که روی برد کامپیوتر نصب، همونطور که تو جلسات پیش توضیح دادیم. بعد این وسیله ارسال کننده میاد اطلاعات مورد نظرمون رو میذاره در بستر کانال ارتباطی. این کانال ارتباطی میتونه وایرلس باشه، میتونه سیم باشه، میتونه هر چیز دیگه باشه. الان من و شما داریم در شبکه شاد بر بستر اینترنت در واقع کار میکنیم، کانال ارتباطی ما اینترنته. بعد از اون سمت وسیله دریافت کننده، یعنی مودمی که روی وسیله شخص مورد نظر ما برای دریافت اطلاعات هست میاد اطلاعات رو برداشت میکنه و ارسال میکنه به رایانه گیرنده. به این ترتیب اجزای مختلف میان فعالیت میکنن تا اطلاعات منتقل بشه. شبکه های تلفنی، بچه ها ما شبکه های تلفنی از قدیم تا جدید رو به عنوان آخرین بحثمون اینجا داریم. از شبکه های خیلی قدیمی PSTN که به صورت آنالوگ اطلاعات رو منتقل میکردن ما داریم تا شبکه های نسل SDSL که سرعتشون خیلی بالا رفته و داره با سرعت خیلی بالا این کار رو انجام میده. PSTN ها در واقع کابل مسی و تلفن هایی که همه تو خونه هامون داریم، تلفن عمومی های قدیمی و تلفن هایی که با یک جفت کابل مسی می اومدن اطلاعات رو منتقل می کردن. بعد از اون ISDN اومد. ISDN در واقع پیشرفت PSTN ها بود که خطوط تلفن رو به منظور انتقال اطلاعات اومدن ارتقا دادن. دیگه فقط صدا نبود که منتقل می شد، کم کم اطلاعات و داده ها مثل فکس هم به در واقع چرخه انتقال اطلاعات اضافه شد. بعد از اون DSL اومد که در واقع انقلابی بود در تکنولوژی ارتباط دیجیتالی که وارد فضای ارتباطی کرد ما رو و ما تونستیم ارتباطاتمون رو با استفاده از DSL در واقع تازه متولد شد و تونستیم شکل بدیم. بعد از اون ADSL ها اومدن که یک نوع پیشرفته از DSL ها بودن و سرعت انتقال اطلاعات رو با استفاده از سیم مسی، هنوز هم ما سیم مسی رو داریم، هنوز تغییری نکرده، هنوز با سیم مسی تونست ارتقا بده، هنوز با همون زوج سیم مسی ها داشتیم کار میکردیم. بعد SDSL ها بودن که سرعتشون خیلی بالاتر رفت، به جای یک زوج سیم مسی ما از یک تک سیم مسی استفاده کردیم. آخرین تکنولوژی که در واقع توی این بحث ما ازش بهره بردیم فیبرهای نوری بودن که سرعت رو بسیار بردن بالا و در واقع ما رو وارد عصر سرعت ارتباطات کردن. بسیار علی، خیلی خیلی متشکرم. سلام و عرض ادب. خیلی متشکرم محبت شما. خدا قوت. سلام و عرض ادب حضور شما دانش آموزان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. اگر مد نظرتون باشه، ما جلسات گذشته رسیدیم به مفهوم زاویه چرخش در دایره مثلثاتی. دایره مثلثاتی رو معرفی کردیم با شعاع واحد. جهت چرخشمون رو گفتیم، جهت مثبتمون عکس عقربای ساعته، جهت منفیمون هم جهت عقربای ساعته. رسیدیم به مشخص کردن برخی از زوایا مثل 30 درجه، 45 درجه، 60 درجه، 90 درجه، زوایای قرینه مثل منفی 30 درجه، منفی 45 درجه و اون جهت‌های حرکت خاصی که داشتیم. یک تمرین شماره 5 برای ما ظاهر شد، با همدیگه مرور کردیم اواخر جلسه گذشته. انشالله با حل این ورود پیدا می‌کنیم به مفهوم درسی جلسه امروزمون. این بود یک دایره و یک مبدأ روی آن انتخاب کنید نقاط متناظر دو زاویه چرخش 120 و منهای 120. خب ببینید، اگر من اینو به عنوان مبدأ در نظر بگیرم و بخوام یک جهت مثبت رو در نظر بگیرم 120 90 و 30 درجه که می رفت در ناحیه دوم، حالا اگر بخوام اینو منفی 120 در نظر بگیرم هم جهت با عقربای ساعت حرکت میکنم، منهای 90 منهای 120، که در حقیقت این دو زاویه چی بودن؟ قرینه بودن. وضعیت نقاط متناظر با آنها نسبت به هم را توصیف کنید. آیا این وضعیت برای هر دو زاویه که قرینه هم باشن برقرار است؟ بله. ببینید، نقاط متناظر دو زاویه 120 و منفی 120 درجه نسبت به کجا؟ نسبت به محور افقی قرینن. برای سایر زاویه ها قرینه هم همچین وضعیتی برقرار است. 20 منفی 20، 90 منفی 90، 120
منفی 120. پس نسبت به کجا قرینن؟ نسبت به محور افقی قرینن. این نکته برای همه زوایا برقراره. حالا چند تا مثلا شما بگید. 60 منفی 60. خب ببینید 60 منفی 60. 45 45 که میشه نیم ساز را ببینید. منفی 45 منفی 45. بازم دقت کنید 45 و منفی 45 قرینه هم اصلا نسبت به محور افقی. اما واحد اندازه‌گیری که امروز میخواد برای شما مطرح بشه، خب ما درجه با درجه داشتیم بحث می‌کردیم، درجه هم اینطور گفتیم دیگه. ببینید یک دایره رو به 360 قسمت تقسیم کردیم، هر قسمت شد یک درجه. یعنی در حقیقت اگر من بیام یک زاویه بسازم، اندازه زاویه مرکزی بود دیگه، زاویه مرکزی. چون کمانهایی که به وجود می اومد، خوب دقت کنید، یه طول داشتن، یه اندازه داشتن. زمانی که در مورد اندازه داریم صحبت می کنیم و زمانی که داریم در مورد طول صحبت می کنیم، از این منحنی رو بازش کنیم به حالت یک خط راست تبدیل بشه، این میشه طول. حالا می خواهم واحد جدید رو معرف کنیم. واحد جدید ببینید، میگه دایره ای را به شعای آر در نظر بگیرید، یک دایره ای به شعای آر، و روی آن نقطه آر رو به عنوان مبدا. الان من نقطه آر و نقطه شروع رو اینجا در نظر گرفتم. مثلا اگه من میخوام 90 درجه نشون بدم، خب ببینید الان این نقطه شروع، این که مبدا، نقطه شروع من چرخش پیدا میکنه، میاد اینجا قرار میگیره، اینجا میشه آپریم من، یعنی 90. و اگه بخوام منفی 90 ذکر کنم، باز ببینید اینجا قرار میدم و میام اینجا، اینجا میشه منفی 90. خب میگه اگر از مبدأ در جهت مثبت شروع به حرکت کن، پس از طی یک دور کامل زاویه چرخه چند درجه است؟ از اینجا شروع کن حرکت کردن، یک دور کامل بچرخید، به نقطه ثابت اولی برسید، 360 درجه دایره رو طی کرد. مسافت طی شده چقدر است؟ خب اون بحث یک دور کامل بر اساس اندازه بود، اما مسافت وقتی که داره میگه، من دارم محیط یک دایره رو سیر میکنم، دارم محیط یک دایره رو طی میکنم. خب محیط یک دایره هم اگر دقت کرده بودی میشد 2πr. پس ما یک بحث محیطی رو طی کردیم، یعنی طول، یه بحث اندازه رو رفتیم که میشه زاویه مرکزی. این دو تا نکته تو ذهنتون باشه، 2πr و 360 درجه. به ازای هر یک درجه زاویه چرخش مسافت طی شده چقدر است؟ خب مشخصه دیگه، یک درجه، دو درجه، سه درجه، چهار درجه. محیط چقدر بود؟ 2πr. یک دایره کامل چند درجه است؟ 360 درجه است. محیط رو تقسیم بر اون 360 کنیم، دقیقا مشخص میشه به خاطر یک ثانیه طول کمان ها در هر یک درجه، به ازای هر یک درجه مسافت طی شده میشه 2πr 360. محیط تقسیم بر 360. این مقدمه ای هست برای ورود به مبحث درسی امروزم. میگه اگر دی زاویه چرخش بر حسب چی باشد؟ درجه. ال مسافت طی شده باشد. ببینید شما یک تنابی، یک بند کفش رو بردارید، باهاش یک دایره درست کنید، این بند کفش رو باز کنید، یک طولی داره، یعنی اون مسافت. حالا اگر اینو به صورت منحنی یا همون دایره قرار بگیرم، یعنی در حقیقت دارم محیط دایره رو من طی می کنم. به همین دلیل ال رو گرفته به عنوان مسافت طی شده، دی رو گرفته به عنوان درجه. میگه نسبت ال به دی چقدر است؟ مسافت به اون زاویه چرخش. به ازای هر یک درجه که عرض کردم، نکته مهم و کلیدیه، مسافت طی شده اون بود 2πr 360. پس به ازای دی درجه کافیه 2πr 360 رو ضرب در دی کنم. حالا مثلا به ما میگن 2 درجه، میشه 2πr 360 ضرب در 2، میگن 10 درجه،
2PR 360 ضرب در 10، این ارتباط بین مسافت طی شده به زاویه چرخشه. به خصوص اگر اون کابین چرخ و فلک تو ذهنتون باشه که مسافتی که طی می‌کرد با اون زاویه مورد نظر اگر می‌خوایم در نظر بگیریم، مثلا میگفت در زاویه 120 درجه اون مسافت پیموده شده چقدره که 2 پی آر 360 ضرب در اون 120 می‌کردیم، که اگر بخوام اینو ساده تر کنیم میشه ال تقسیم بر دی برابر است با 2 پی آر 360، دو هم با 360 ساده می‌کنیم میشه پی آر 180. این خوب تو ذهنتون باشه، ال به روی دی پی آر 180. حالا اگر دی رو بخوام اینو ضرب در این میکنم تقسیم بر پی آر میکنم، اگر ال رو بخوام دی رو ضرب در پی آر میکنم تقسیم بر 180 میکنم. ال به روی دی مساوی پی آر به روی 180 یا 2 پی آر به روی 360. این نکته رو تو ذهن خودتون داشته باشید. رابطه بنویسید که دی را بر حسب ال بیان کنید، همین توضیحاتی که خدمتون گفتم، و رابطه بنویسید که ال را بر حسب دی مطرح کند. ما چی گفتیم؟ یه رابطه مطرح کردیم دیگه، پی آر به روی 180 مساوی اون بحث دی و ال بود، ال به روی دی بود پی آر به روی 180. حالا اگر دی رو بخوام اینو ضرب در این میکنم تقسیم بر این، اگر ال بخوام دی رو ضرب در این میکنم تقسیم بر این. ملاحظه بفرمایید، دی برابر است با 180 ضرب در ال تقسیم بر پی آر، یعنی درجه و مسافت، و به همین ترتیب ال برابر است با پی آر به روی 180 ضرب در دی. اگر این یک رابطه تو ذهنتون باشه کفایت میکنه، ال به روی دی پی آر به روی 180. نتیجه میگه اون فعالیتی که با هم دیگه حل کردیم، این کتاب درسی به این موضوع اشاره کرده، نشان میده که زاویه چرخش یک نقطه از یک دایره و کمان طی شده توسط آن نقطه. ببین یه نقطه ثابت داشتیم، من پای تابلو بکشم براتون دقت کنید، این نقطه کلیدیه، حواستون باید جمع باشه. یه دایره در نظر بگیریم، این دایره اومدیم یه مرکز براش در نظر گرفتیم، این شد مرکز، یه نقطه ثابت هم گرفتیم اسمشو چی؟ آه. حالا میگه که مسافتی که این آ طی میکنه، خب فرض مثال میاد اینجا قرار میگیره، درست شد؟ این شکلی طی شده در جهت مثبت، در جهت منفی، به همین جهت داره میگه که زاویه چرخش یک نقطه از یک داره و کمان طی شده توسط آن نقطه، کمانی که طی میشه دیگه. الان اینجا اگر وصل کنم اومد رسید به اینجا، این کمانیه که طی کرده، اینو خوب توجه کنید، و این زاویه مرکزی که ایجاد شده، یک رابطه مستقیم وجود داره. اما اینو چی بگیریم؟ این ال ماست، این درجه ماست، این کمان ما یک طول داره، یک اندازه داره، اندازش که مشخصه با زاویه مرکزی، طولش هم که داره میگیریم چی؟ ال. به همین دلیل میگیم که توسط نقطه دو کمیت متناسب مستقیم هستن، بنابراین نسبت ال به دی که دی زاویه چرخش نقطه و ال طول کمان طی شده آن نقطه است، مقداری ثابت است. در یک دایره به شعاع آر چرخه چقدره؟ 360 درجه بر حسب درجه، معادل کل محیط. محیط چه بود؟ 2 پی آر. یعنی اگر من یک دور کامل بچرخم میتونم بگم 360 درجه رو طی کردم، میتونم بگم 2 پی آر محیط رو دایره کردم، که این 2 پی آر قطعا به یک واژه جدیدی خواهیم رسید. پس نسبت ال به روی دی همون 2 پی آر 360، یا اگر ساده کنیم میشه پی آر 180. بنابراین میتوانیم بنویسیم ال به روی آر میشه پی 180 آر، یا دی برابر است با 180 پی ضرب در ال آروم. این روابط خوب تو ذهن خودتون داشته باشید، نسبت ال به آر،
آر شعاع بود، ال طول اون کمانه بود، نسبت طول کمان به اون شعاع این رابطه براش ایجاد شده. پی 182 دی، دی هم که چی بود؟ درجه بود. این تساویه ها نشان میدهن که نسبت ال به روی آر به عبارتی نسبت طول کمان طی شده به شعاع دایره مضربی از اندازه زاویه است. نسبت طول کمان به شعاع دایره مضربی از اون زاویه مورد نظره. پی 182 دیه. اگر دی 180 درجه باشه، این 180 با این 180 ساده میشه، میشه پی. محیط دایره رو چقدر گفتیم؟ 2 پی. اون دوری کاملی که میخواستیم بزنیم محیطش میشه 2 پی ضرب در آر. حالا اگر دایره من به شعاع واحد باشه میشه 2 پی ضرب در 1 یا 2 پی. پس نسبت ال به روی دی رو داریم، نسبت ال به روی آر رو داریم. این مقدار مضربی از اون درجه مورد نظره. اگر نقطه از یک دایره به شعاع آر کمانی به طول ال را در جهت مثبت طی کند. خب اینجا شروع کنیم، نقطه رو وصل میکنم به مرکز. خوب توجه کنید، الان وصل شده، میخوام حرکت کنم، پاد ساعت حرکت میکنم و یک طولی از این کمان را طی کرد. اسم این طول چی گذاشیم؟ ال. اینم چیه ماست؟ شعای ماست. مقدار ال به روی آر یعنی طول به شعاع، اندازه زاویه چرخش آن نقطه بر حسب رادیان است. یعنی یک واژه جدید معرف شد به نام رادیان، نسبت طول کمان به شعاع دایره مثلثاتی. به همین ترتیب برای زاویه منفی چه خواهیم گفت؟ منفی نسبت ال به روی آر، مقدار آن زاویه بر حسب چی رو نشون میده؟ زاویه رو نشون، بر حسب رادیان رو نشون میده. حالا مثلا ببینید، الان من اینجا وصل کردم، خوب توجه کنید، میام اینجا قرار میگیرم، چند درجه رفتم؟ 90 درجه. اگر بخوام این 90 درجه رو بر حسب رادیان مطرح کنم، اون وقت طبق این نکته خواهیم گفت ال به روی چی؟ آل، یعنی طول این کمان تقسیم بر شعاع دایره مثلثاتی. و قطعا به یک جوابهای خاص خواهیم رسید. گفتیم محیط رو چقدر میگیریم؟ 2 پی آر. یک دور کامل چند درجه بود؟ 360 درجه هستش. حالا اگر بخوام اینو به صورت رادیان مطرح کنم، اون وقت میگم 2 پی رادیان. دو دور بچرخم؟ 4 پی رادیان. حالا 90 درجه چقدر شد؟ 1/4 یک دور کامل، 1/4 یک دور کامل که خواهد شد پی دوم رادیان. پس الان میخوایم زاویه رو بر حسب درجه، بر حسب رادیان معرفی کنیم و ارتباط این دو نسبت رو با هم دیگه ببینیم. خب نسبت ال به روی آر رو گفتیم، پی به روی 180 دی. دیگه چی؟ دی برابر بود 180 پی ضرب در ال آر. اگه یادتون باشه میگفتیم نسبت این مضربی از اون درجه خواهد بود. خب حالا بریم سراغ توضیحات این. اینو خوب تو ذهن خودتون داشته باشید، یک بار دیگه اینو خوب ببینید. نسبت ال به آر پی 180 دی و دی هم برابر 180 پی ضرب در ال آر. و جهتمون دیگه، این جهت پاد ساعت، این جهت ساعت کرد و این طول کمانی که طی میکنه. دایره‌ای که شعای آن یک واحد است دایره واحد نامیده میشود. این باید این دایره میگیم دایره چی؟ واحد. شعاش هم یک واحده، یک دیگه. حالا این یک هر واحدی که میخوای براش در نظر بگیر. ال بروی آر همان اندازه زاویه بر حسب رادیان است. خب محیط دایره چقدر بود؟ 2 پی آر. دایره واحد چی بود؟ چاش؟ 1. پس محیط چی خواهد شد؟ 2 پی.
یک دور کامل دایره واحد رو طی کنیم، یعنی دو پی رادیان طی کنیم. این دو پی رادیان معادل 360 درجه است. پس نسبت L به R همان اندازه زاویه بر حسب رادیان است. ببینید من الان اینو بیام اینجا در نظر بگیرم، نسبت L به R میشه رادیان، نسبت L به R میشه رادیان. 90 درجه هم نگاه کنید، نسبت L به R میشه رادیان. در دایره واحد طول کمان طی شده همان اندازه زاویه چرخش بر حسب واحد رادیان است. در دایره واحد، یعنی الان رو نمودار پای تابلو هم که هستش اگه خوب توجه کنید اینطور خواهد شد. دقت کنید الان این کمانی که طی شده، خوب ببینید طول این کمان در حقیقت همان اندازه زاویه چرخش بر حسب رادیانه. حالا من میخوام 90 درجه رو برم، خب این اینجا هستش، چرخش پیدا میکنم تا اینجا چه این. الان این طول کمان همان اندازه زاویه چرخش بر حسب رادیان است. منتها در کدوم دایره؟ در دایره واحد. حالا شما 180 درجه رو ببینید، بیایید اینجا قرار بگیرید. میشه نصف دایره، میشه پی رادیان. و یک دور کامل بچرخید، میشه 360 درجه یا 2 پی رادیان. پس این شد به عنوان مقدمه ورود به مبحث رادیان. بازم تاکید میکنم نسبت L به R یعنی نسبت طول کمان طی شده به شعای دایره واحد مضربی از زاویه چرخش است. درست. اگر من این زاویه چرخش رو بگیرم 180 درجه، بله. 180 با 180 ساده بشه میشه پی. یعنی طول کمان میشه پی رادیان. بر حسب درجه میشه 180 درجه. اگر یک دور کامل بچرخم، درست شد؟ بله. 360 رو تقسیم بر 180 میکنم میشه 2، میشه 2 پی رادیان. انشالله که این شرایط تو ذهن دانش آموز عزیز خوب جا افتاده باشه تا ما جلسه آینده بپردازیم به ادامه روند مسائلی که با رادیان میخوام بهش بپردازیم. بسیار عالی، خیلی ممنونم.